نه از اول دادگاه من رو خطاب داد و قرار داده بود به خاطر اینکه یک بار میدونید که حمید نوری در تمام سیر بازجوییش مطرح کرده بود که اساسا من رو نمیشناسید، ولی در همون اول گفتش که یه نفر اینجاست که من بهش مرخصی هم داده بودم اما دستم نشکنید و اسم من رو نبرداری، منظورش من بودم به خاطر اینکه اتفاقا من جواد تقوی و سیامک توبایی در واقع در یه مرخصی گرفته بودیم و در صدد فرار از کشور بودیم، البته هر کدوم از ما به تنهایی، ولی اون دوتا در تور همین حمید نوری و ناصریان قرار گرفتن و روبوده شدن و کشته شدن. امروز به دروغ مطرح میکنه، میگه هیچ کسی که از مرخصی رفته بود فرار نکرد. او جزئیات حتی موضوع حمید نوری رو، سیامک توبایی رو، حمید نوری در کتاب من خونده کما که گفتید و همه رو میدونه و حفظه، بنابراین به دقیقا دروغ میگه و اونجا هم افسوس میخورد که چرا من جام به در بردم و امروز اینجا هستم و در مقابل عدالت اون رو ازش مسئولیت میطلبم. همیشه همینطور هست، با من چش در چش هست و خب آخر سرم که دیدید مدعی هست 25 جلد کتاب من خونده و واقعا خونده و چون در جریان هم هستم، منتها تاکید میکرد که اساسا این داستانی است که من و مهدی اصلانی ساختیم یا من در ارتباط با مجاهدین، میدونید و موضوع من در ارتباط با این سازمان واقعا برای همه روشن هستش، ولی او خودش میدونه اون چه که من نوشتم بر اساس وجدانمه و مطلقا چیزی رو به حمید نوری یا هیچ کس دیگه ای من به طور غیر واقعی نسبت ندادم. همین که امروز مطرح میکنه و من کافیه دیگه. در واقع اصل دفاعیاتش هم تو همین چند دقیقه آخر گذاشت رو همین ادعایه که شما و آقای مهدی اصلانی ایشون برای کمونیست‌ها و شما برای مجاهدین لیست سازی کردید. خب به نظر شما تا چه اندازه هم میتونه یک همچین ادعایی مورد توجه دادگاه قرار بگیره؟ خب ببینید، او مطرح میکنه میگه فتوای خمینی در ارتباط با جنگ در مرزهاست، در حالی که او دادستان انتخاب کرده، نماینده وزارت اطلاعات انتخاب کرده و حاکم شهر، او اینا میخوان تو جبهه با کی بجنگن و مشخصا شما ملاحظه میکنید در ارتباط با زندان هاست و زندانی هاییست که به زعم اونها سر موضع هستن و تاکید میکنه و همچنین نوار صوتی آیت الله منتظری هست و جدا با کسایی که در کشتار دست داشتن و علاوه بر اونها خود مسئولین این کشتار همشون افتخار کردن، اونا تا جایی که در ایران هستن افتخار میکنن، به محضی که پاشون به خارج از کشور برسه و در مقابل عدالت قرار بگیرن مانند حمید نوری به تکذیب همه چیز میپردازن. خیلی ممنون از شما.